سلام سلام، خدا کنه صحت سلامت باشین و از گزند روزگار در امان. ما نظر بر بعضی چی بگم اتفاقاتی در سوشال میدیا افتیده بود و صحبت هایی که بالا و پایین میشد، تصمیم گرفتیم که خیلی کوتاه بیایم یک چند دقیقه صحبت کنیم. چند کلمه همراهتون گپ داریم، بعد از اون برده دقیقه باید بریم کجا باشم پیش دکتر من بریم دکتر باید بریم از آن است. بعد از آن صحبت میکنم. خب اولی مسئله سوالی بود که سوال نبود، در مردم تو فکر شده بود که ما برگشتیم کانادا و از اینجا ویدیو انداختم بیریم از جان. دقیقاً دیگه دوستا، شاید ویدیو ما یک روز تاخیر باشه باشه، دو روز تاخیر باشه باشه، سه روز، نهایتاً که بعض اوقات اینترنت هم یافته ما یا مشکل ایرت می باشه، 4 یا 5 روز از زیاد نمیشه. تو نیست که مثلا ما یک ماه قبل ویدیوش رو برشون انداخته باشیم. به اون خاطر ما فعلا در پاکستان هستیم، منوز نرفتیم، ویدیو ما که تازه تازه است، اینقدر دیگه اکسپایر نشدیم که از یک ماه پیش دو ماه پیش حالا ترتیب دیگه با احتمالاً اکثرا ما یک دو روز سه روز با تاخیر ویدیو ما رو شما میبینین، چون ما میفهمیم که فیلمبرداری و ایدیت و میگاپوینت مقدار وقت میگیره، اما یک مدام نمیشه. خاطرتون کاملا جمع باشه، ما روز در پاکستان هستیم، صدای موتورسیکل موتور بایسیکل کراچی و چی میگن همیشه در شما مشنوین، شاید هم در طریق تصویر ما دیگه ما فعلا در پاکستان هستیم. بله، یک گپ دیگه هم که در سوشال میدیا شده بود نظر به این که خدا نکرده اتفاق برای ما افتیده، همونطور که در تصویر فعلا میبینید ما خوب هستیم خدا رو شکر. مسائل امنیتی خود 100% هست برای ماهایی که خصوصا با پاسپورت های افغانی طرف میریم، باید بسیار متوجه باشیم. خب ما متوجه مسئله هستیم، تا فعلا خدا رو شکر گوش شیطان کرد ما خوب هستیم. لوکیشن تبدیل کردم میریم، این اینجا که میبینید دلیلی که ما چند روز اتفاقا ویدیو نداشتیم همین بود که خانه تبدیل میکنیم ما همش، یعنی بعد از که پدرمشان رفتن ما رفتیم یک خانه دیگه، بعد از اونجا اینجا آمدیم و هر جای آدم برای میفهمید مشکلات اینترنت و مشکلات همین کوچه جمع کوی سو ببر، چون یک جای طولانی بودن هم میفهمیم یک مدت برای خودمون، یعنی اتفاق که نفتاده اما برای خودمون پیش خودمون احتیاط شرط عقل است. درباره بعضی مسائل دیگه که خب باید ما صحبت کنیم، سوال هم زیاد از ما پرسیده شده بین ما و شما این باشه این موضوع تا که ما از اینجا بریم به خیر، وقتی که پس رسیدیم به کانادا به خانه خود به جای امن خود، امن خواهد مجای هست، یعنی اونجا دیگه خانه خود ماست، باز درباره بعضی مسائل دیگه که زیاد سوال هم شده به صحبت میکنیم، اما فعلا مسائلی که میشه میتونیم برش اشاره کنیم. دیگه گفتم از اونجا از گست هاوسی که بر اومدیم دوستا خیلی سوالا کرده بودن، آدرس میخواستن که اینجا کجا هست، ما میخواییم بیایم که ما اینجا خانه بگیریم خوب جای هست. از جان میخوایی بگویم کدام منطقه بود؟ دوستا منطقه گلبرگ گرین بود، اسلام آباد، همون بلدینگی که منش بودیم به نام ارینا مال بود. خانهش بسیار خوب بود، مفشن بود، زیبا بود، مفهول بود، پاک بود، منظم بود، با تمام امکانات خود، کم از قیمتش بالا بود. اگر قیمتش هم بگیمش که باشن، دوستا شاید بخواین بیاین ببینن و بخواین دوجه باشن. ما یک ماه صحبت کرده بودیم از دو خاطر که ما زیاد بودیم، اگر شبانه میگرفتیم یعنی 24 ساعت هم میگرفتیم و بر ما قیمتر تمامش، فکر کنم که شب 12000 15000 همین قدرها بود که دقیق یادم نمانده، اما برای یک ماه ما 1,66,000 کلدار کرا گرفته بودیمش، باز 50% از زیره رهنما میگرفت و یک ماه دیگر رو پیشکی خودم و صاحب جای میگرفت که 1,66,000 فکر کنم نیمش تقریبا 83,000 82,000 هم قدرها میشد که رهنما گرفت، باز 1,66,000 دیگر از صاحب جای میگیره احتیاطی که 1,66 جمع 1,66 جمع 80 چند هزار، یعنی شما جمع کنین دیگه قریازی ما خوب نیست، این قدر در مجموع در یک ماه مصارف در بوجه که ما بودیم بالای شما میامد. منطقه مطلب بسیار خوب بود، پاک بود، منظم بود، بیره بار نبود، امنیتش بسیار خوب بود، ایسی داشت خانهش، وانا شما دیگه تصویر دیده بودین که تلویزیونش اگرچه کار نمیکرد اما بود و امکاناتش کاملا یک یعنی امو وسیله خارجی ها فرنیش شده بود، تمام تخت و جای الیاف و توشک چیزا داشت. بعضا ما افغانا خب دو جای بریم دل ما اکثر آرام نمیگیره، از اون خاطر ما ظرف خودمون خریده بودیم، ظرف و الیاف و توشک چیزا رو دیگه بیرون آوردیم، از خودشون استفاده نکردیم، اما داره اگر شما مجبور بودین که استفاده کنید میتونید استفاده کنید.
بله دیگه سر مصارف خواهمی مصارف دیگه گفتیم پیشکی و ایچیز دفته یعنی وقتی که وار حساب کنی همون پیشکی تم دیگه باید پس نمیتا دیگه دادم زرگ زدم میشه گرفتم میشه خوصا اینجا برق خیلی قیمت هست دوستا آدم فکر نمیتونم بگی برو پاکستان هست دیگه میری کلدار مصرف میکنی یک هزار مصرف یک هزار میدا میکنی دو ما بخور سه ما بخور مگم شاید باور تو نشد دونم یک ما دونم گست هاوس $500 $500 برق اومده بود. چون خب اون نظر ما مصرف هست از ما تقریبا چون 3 دانه ایسی بود. نگه امکانات گاز نبود از اون خاطر منقلهایشان برقی بود. از برق استفاده مایزر زیاد بود که تقریبا $1,000 باز اون نظر من زیاد است. خب تقریبا فکر کنین از 24 سال 20 سال روشن بود. یعنی تک جای را منطقی میتوی مقدار اگر برقانی چندش کنین و بدالر بود بار از او $500 در 3 دانه ایسی و یک ساوز به نظر بود هم نسبتا خوب است کم قیمت است و پیسه ترنت شما جدا البته بود که بشه فراموش هم شد هر چیز جدا بود دیگه هوا خوردنی جدا سیکیوریتی کمیش جدا بود مینتیننس جدا خلاصه که یعنی هزینه های اصلی رو گفتی دیگه ما خب اون منطقه زندگی کردیم منطقه بحریتان رو براتون گفتیم خوب جای هست یعنی شرک هایی هست که با مدت کم اگه آدم بخواه باشه جای خوب هستن به مدت طولانی حتی یعنی آدم اگه حتی اگه پیسه گفتش ما دلاری هم بیاره باز هم کم بود میکنن ولی به مدت کم اون جا خوب هستن بله در رابطه با اگه این مسئله خود صحبت شد در رابطه با مسیرها و رفت و آمده خوشد دوستا دیده باشن که ما خب کمتری سوسو میریم اگه بریم هم تیکسی میگیریم در مورد مسائل آبیسی چیزا هم که بود دوستا بودن همراه ما همکاری کردن البته که چی میگه؟ حساب حساب از کاکا برادر برای بعضی از دوستا چی نشه؟ سوی تفاهم نشه چون من دیده بودم بعضی جای گفته بودن که شما با میونچانی سوسو میرین پیسه تلش خیلی بتین یا پیسه فلان یا او مسائل دوستا هیچ شما به نظر دوارش تشویش نکنین حتما بین دو بیادر حسابشان جداست و کتابشان جدا گرچه خوبی اولا خو جای خود داره اما تا جایی که از جان میتونست در این مسائل سهم گرفت میتونست دقیقا دوستا کسایی که در این مورد تشویش داشتین لطفا تشویش نکنین که باز شهر و سهر بارمی نمیتونیم کردن ما انشاءالله حالت هم چی میگنم مشکل حل میسازیم انشاءالله بله اون زمان آروسی یک سال از زمان فشرده بود که در روز دیگه ما خیلی سوسو میرفتیم و خب اکثرا منترم که اینجا منتر کرایه میگیرن افغانا زیادتر نمیخرن و اون منتر با یک ماه دو ماه کرایه میکنن و دوباره از اینهای از او عزیز جان و میوان جان بین یک دیگه جور اومده بودن خب در رابطه با مسائل هزینه و مصرف عروسی باید یک ویدیو جدا بگیریم به خاطر از اینکه خیلی طولانی میشه باز دلار 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 که دلار گفتم میریم باز شما خود گفتین که این دو نفر چی ترافی باز کردن من میخوایم اگم تمام یارا بگویم اگر البته برای شما جذابیت دارد در کامنت ها برای من بگوییم که من براتون ویدیو دوبارهش جور بکنم یا نه چون که من خیلی دیدم دوستای دیگه هم از حتی از کانادا از شهر خود ما اتفاقا دیروز من دیدم یه خانمی را گفت من از کلگری آمده ما هم اینجا بارسی کردن آمده زیاد مردم میان بارسی کردن اینجا حتما تا نظرتان است که یک قیمت داشته باشد از ذهنتان که چند چیت مثلا یک عروسی مثل ما را در چند دقیقا یک تصور یا یک تصویر از مصارف قرار است انجام بدین داشته باشین خوب است شاید 100% با ما نباشین اما چی بگم طرز فکرتان و طرز ذوقتان مگر شما میتونین یک تصویر خیره بلور شدگی داشته باشین مثلا در کدام حدود اینا را دوستا شکیبا جان خوب که اشاره کردی ما همین آمدن ما دایر کردن مجلس ما و محفل ما و پس رفتن ما یک پروژه بزرگ بود اینا دوستا شما خودتان در کامنت ها بگوییم که در کدام قسمت از یک ما این معلومات از این بتویم شاید 4-5 قسمت شوه و بعد دوستا خسته کن شوه از او خاطر اگر شما مشخصا اولویت میدین کدام بخش را که این بخش سفر ما را که میخواییم ما اول درباره ازو معلومات بدیم اما لطفا در کامنت ها بگوییم که ما درباره ازو زیادتر جزئیات جمع کنیم تمام معلومات را که آورده ایم رسیدی به خود برتون نشان بدیم دقیق بیخی هم متواصبوت با تمام جزئیاتش بگوییم برتون که یک تصویر داشته باشه بله. ما شما یه امکانی را اگر ما بتانیم انجام بتانیم خب ما خیلی خورسان بودیم آتا یا میشه که برتان یک میار ایجاد چه اینی آرستی شکیبا بود حالا ما از این بجت کمتر داریم یا بیشتر داریم میتونیم چی بگیریم و در رابطه با خیلی خیلی سوال زیاد است در رابطه با دندان من سوال کرده بودم در استوری برای تان که دکتر دندان تجربیاتتان چی رقمی است در پاکستان کسی انجام بده یا نه
دوستان من همه امروز بعد از ثبت برنامه وقت دارم میرم پیش دکتر و خیلی خیلی پرسجو کردم تا که یک دکتر خوبی را که دوستا گفتن خوب است من از کارش ندیدم برای معرفی کردن من اینو باید برم پیشون کار انجام بدم و بعد از اون به شما بگویم که چی کنین چی نکنین چون که تجربیات کاملا متفاوت بود من در استوری انداخته بودم بعضیا گفته بودن که هرگز اونجا کار انجام ندی که هر کس انجام داده پشیمان شده بعضی گفته بود بسیار خوب است من 10 سال از کار انجام دادم در زندان طبق معمول طرفدارا و مخالفین خود داره به خاطر از اینکه اینجا رنج قیمت بسیار متفاوت است مثلا یک دندان بسیار ارزانی جور میکنه یک بسیار دبلندی حساب کمدی و گرچه بسیار قیمتشون به قیمت کانادا نمیرسه که اونجا بسیار قیمت از دندان دوستا میفهمن ولی نظر به او باز موادشان کارشان فرق میکنه بله. اما من ایران باید بگویم یک دندان من پر کردم در یک جای که لوکسون بود قیمت بلندم میگرفت نظر به ازی که گفتم نریم یک جای ارزانی که باز خراب کنن مجبوری بود دیگر مگم از اون روزی نبودم یعنی با وجود از که پیسه بلندم گرفت دندان لوکس بودن معیار شده نمیتونن لیاقت خود دکتر و کار خود دکتر و کسی که قبلا شما رفته باشه از معلومات بگیرین این یک موضوع بسیار خوب است در مجموع نرخ دندان گفتیش که بجان ارزان است مگر یافتن جای مناسب یک ذره مشکل است که یک تا سه نفر حداقل شما را راجع کنن به اونجایی که ما رفتیم نتیجه خوب گرفتیم چون وقت ما خیلی کم است به خاطر ما مجبور یک ذره رش کنیم عجله باشه باشیم که عاجلی کار انجام بدیم از خاطر مطمئن هستم که در کار عجله آنقدر نتیجه بخش نمی باشه دیگه توکل به خدا هر کسیم که میاد از خارج میاد حتما همین عجله رو می داشته باشه به همین خاطر اینا ما برای شما یک تجربه میشیم خدا کنه که درس رد نشیم یک تجربه خوب باشیم که یعنی اینا رو ما که میرم دندان مجور میکنم باز برتون میگم که راضی بودم یا نبودم انشاءالله که راضی باشم خانه نویم که آمدیم فعلا خب موقعیتش را گفته نمیتونیم اما باز از اینجا که رفتیم شاید باز موقعیت اینجا را بگیم مگر قیمت ها در اون رنج هست اگر شما یک خانه فرنیش با کل وسایل بگیرین باز ارزانتر خانه ها به هر قیمتی یافت میشه اینجا خوبی پاکستان فکر میکنم این همی هست که برای شما بسط کانادا خانه و زندگی یافت میشه بسط مثلا از اونو تو دلک ارزانش میافت میشه. دلک کلدارم براتون خانه یافت میشه. 10000 کلدارم یافت میشه. 5000 کلدارم خانه یافت میشه. 2000 کلدارم خانه یافت میشه. یعنی تو نیست که کسی مثل کانادا که پیسه نداشته باشید از هر سالک بونی هوملس شوید. این ملکای این طرف خوبیش نمیست که در هر قیمت مناسب به اون قیمت خانه اونجا یافت میشه. سوال بعدی که دوستا پرسیده بودن که تا چی وقت شما در پاکستان میمونید و چطور اینقدر دیر موندین؟ دوستا اصلا غیر از موضوع آرسی که موضوع اصلی ما بود ای که عزیز جان خودش خوش داشت که پاکستان بیاید چون که در طفولیت اینجا زندگی کرده بود و برش بسیار خاطر انگیز بود و برای من همیشه میگفت که تو باید بیایی و این جایی که من خاطره ازشان دارم یا رو ببینیم شب داشت برای من نشان بده مثلا شهر و بازار و اینجا البته من پشاور بودیم که در اوجه متاسفم من نمیفهم که خاطر رفته بتانیم و نخواد بتانیم در اینجا ما منو بلدی میکنم چون این سمتا نبودیم ما که به ما یک چیز نواز، به همونطور که به خود نواز، به ما اینجای نواز بله اگه بتانیم با طرف شاهر اسلام آباد طرف ببخشین، ایات آباد طرف بریم بخیر، اگر که بخش شد، انشالله میریم دیگر دیدین که ماه اول ما تماما مصروف همه مراسمات رو یا بودیم تقریبا این 20 روز این قدر هم میشه که یعنی یک ماه میشه از آرسی ما یک ماه گذشت دیگر ماه گرد ما تبریک باشه دیگر یک ماه بعد بگویم که در 15 روز اولش کاملا استراحت بودیم فول استراحت بودیم دوستان اگر نظر ما کردین اگر گفتین غذای خیابانی نخو مریض میشین نخو باور کن مریض نمیشدم اگر مگم شما گفتین آره مریض شدم یک هفته یک و نیم هفته جای افتاده بودم روز دو دانه تیر رسیدم میدونین لاغر شدیم بیخی اگر تمام و ای که با فامیل دیگر یک چند وقت دیگر رو میباشیم البته فامیل عزیز جان فامیل ما رفتن و بعد از او باز میریم هر کس طرف خانه خود و انشالله که دفعه دیگر که یک دیگه خدا میبینیم در ملکای قریبی باشه که همونتون بگیم دیگر معلوم نیست که چی وقت هم دیگر رو میبینیم امیدوار هستم که زودتر و زودتر ببینیم بازم دیگر انشالله که پلانم دفعه ما او دفعه خود چون نو رفته بودیم کانادا و یک مقدار نابلدی بود و همی اسناد و مراحل پروسه و گپار نمیفهمیدیم که چی رقم کنیم که ارزان‌تر بر ما تماشا و گپار دیگه انشالله هم دفعه کوشش میکنیم زودتر پس خود برسانیم با فامیلا و از راه بهتر و ارزان‌تر و خوبترش چون تجربه بار اول هم راه خطال میبریم
بله، او عجله‌ای که این دفعه بود که آجل تیکت بکنیم، آجل ویزا بگیریم، کلش که دیگه نیست دیگه. بله، کلش باز امی عجلگی در مجموع در کار سفر نرخ سفر بالا میبره. هر چقدر زود بسازین شما قدر باید زیاد پرداخت کنین. دیگه ما یک تایم فریم هم یک زمان یک مقطع زمانی خیلی کوچک داشتیم، مجبور بودیم هم بگیریم یک مقطع برابر کنیم که کلمه با هم سر بخوریم. که فضل خداوند کوش شد، با دعای شما و کمک خداوند بود همراه ما و تلاش خود ما همچنان موفق شدیم. کمک خداوند بود و بدون شک اولی قف دسته اگر دسته من نشان بودم بردان اولی قف دسته دوستان این رو بخاطر از این گفتم چون که از جان که میگفت من یکی از کامنت های آدم آمد که مردم نوشته بود که یکی دو دفت نفر من دو جایی کامنت ها دیدم که پیسی مفت است، پیسی دولت کانادا است، اگر خورده میرید دوستان اگر با موضوع پیسه را یاد میکنیم گاهی که اینی اینقدر شد اینی اینقدر شد، به خدا به خاطر از این است که پرسان میشم. مثلا یک نفر میگه خب تو رفتی این لباس خریدی برای من بگو مثلا چند بود، یعنی جا رفتی خانه گرفتی برای من بگو چند بود که ما بفهمیم، وگرنه اصلا ضرورت به این است که ما بیایم به شما بگویم این چند کلار شد و دلار چند میشه. این یک. و دومی که کسایی که در کانادا زندگی میکنند میفهمن که دولت کانادا نی سوسیال میده و نه هم اگر بتوان به سن سال ما به تو جوانه که کار میکنن بزنس دارن برای بخاطر کار برده در اونجا دیگه باز نمیمانه که ما بیکار بشینیم برای ما پول هم بتن دیگه. ولی اگر جای داده دیگه با کلان هم باشه و هم با او سر هم یک پیسی کلان که ما بیایم اینجا ایش نوش کنیم و سر از او آرسی بگیریم و اپل بگیریم. شاید کنیم دوستان که گفتن شاید کشورهای هستن که می کار می کنن. شاید من نمی کنم. مگم کانادا نیست دوستان. کانادا بسیار آدم از جور میتر بسیار عذاب می کنه. کاش که می بود به خدا اگر پیسی دولت می بود می آمدم بر تو نگفتم، می گفتم این قرار دولت کانادا کمک کرد گفت برین آرسی تانا بگیریم پس بیایی. ولی نه. ما شما خود اگر من از نمی هرسم میگیره کسی که ما را تعقیب میکنه بیاین در یوتیوب کل ویدیو را تعقیب کنه، نیمه نیمه در تیک تاک میبینه سوء تفاهم برشان ایجاد میشه. ما دیگر در دو سال پیسی که خود ما انداخت کرده بودیم از جان وظیفه خود داشت، من یوتیوب چنل را پیش میگردم. بله من یوتیوب چنل را پیش میگردم و سر از او هم که دیدیم که پسندوز چیزی که داشتیم از جان متر خدا فروخت، یعنی ما پیسی خود جمع کرده آمدیم و این پیسه نی پیسی مفت است، خدای نخواسته پیسی دزدی است، نی پیسی کمک دولت کانادا است. کاش می بود خنکت، کاش ما میخواستیم کمک ما را کنه در این قسمت، مگر متاسفانه دیگر نکرده رو یا نمیتونه در پالیسیشان نیست، مقصد نیست تک چیز وجود نداره. اگر می بود بزرگم برتان میگفتیم خیلی واضح. این پیسی که یعنی اونقدر زیاد هم نیست دوستان، میفهمیم که نسبت به کانادا طبیعتاً که آدم اینجا روسی بگیره خیلی باش قیمت ها ارزان تر میه، ولی باز از جهات دیگه مصرف های داشتیم که اشان اگر کانادا میگرفتیم این مصرف ها نمی داشتیم. آمدن؟ مصرف آمدن ما فکر کاش که بجرم گرفتم آمدن ما و آمدن فامیل های ما فکر کنین 70% 80% مصارف ما در این قسمت بوده بس. مصارف ترانسپورتیشن و آمدن فامیلا و خود ما باز بارزی که ما یک جا شدیم تقریبا 30% یا 20% بودجه خود ما سرابسی مصرف کردیم بس. یعنی آمدن بسیار گران تمام میشه برای ما به خصوص در 12 نفر از یک جای دیگه که به هر کدوم کشور دو مختلف گه از اینا داره دیگه بوده. گفتم اگر ما مصرف برای شما میگیم به خاطر از اینکه شاید کسی بخواد اطلاعات داشته باشه، ما نه پیسه اضافه ماست، ما همچنان میبینیم که فعالیت خود ادامه میدیم در یوتیوب و کار میکنیم، همچنان از جان شاور مصرف کارهای آنلاین خود است و یعنی اوتوم نیست که مفت خور باشیم، اوتوم نیست که بسیار پیسه دارم باشیم، اوتوم نیست خدا شکر که غریب باشیم محتاج دولت. همون زندگی متوسط داریم قسمی که دیگه دوستا دارن و کسایی که نو رفتن. دقیقاً شاید از خیلی از دوستای دیگه که نو رفتن ما حتی پایین تر هم باشیم، اما دیگه حساب که زندگی ما این چیزی است که شما میبینید. دقیقاً ما چون اکثرا ما باش که باجان با دید دیگر از زندگی خود معیارش تعیین نمیکنیم، ما از خود معیارا داریم. خدا کنه که یک نفر از ما صد چند کاستیم پیشرفته باشه، نوش جانش بسیار خوب، شاید ما نتونیم در موقف باشیم. یک نفر اگر شاید صد قدم از ما عقب تر باشه با او هم خود مقایسه نمی کنیم، با او که پیش رفته مقایسه نمی کنیم. ما هستیم، ما به مسابقه خود روان هستیم به شکل که خود خسته نمی سازیم، مانده نمی سازیم بیش از حد، تا جایی که توان می رسه کار می کنیم. اگر یک لقمه ما دو لقمه میشه یا یک لقمه ما نیم لقمه میشه، اون امور پیش میبریم، اینی زندگی نرمال پیش میبریم. با چشم رقابت به هیچ کس نمی بینیم، یعنی شور و شجار کسایی که پیش هم رفتن خداوند کسایی که از مکلقه ما پیش ببریشانه، کسایی که پیش هم از اندگان پیش ببریشانه. بله، سر زندگی ما متفاوت است. ما گرچه که در یوتیوب هستیم، قسمی که من دیدم مردمی که در سوشال میدیا دو دست است، یا بسیار شعف میکنه و زندگی ترین خدا نشان میده،
و یا هم بسیار خدا غریب نشان میده که گاهی وقتا ترحم میخواهن ایجاد کنن خدا نخواسته. یعنی ما ایش کدام از یاران نمیخواهیم، نی ترحم میخواهیم و نی هم ای که به کسی خدا ایلا بتیم گفتی اگان تو یا پرکری کنیم. گفتی عزیز جان نمی یک ده دلار رو پیدا میکنیم، امور مصرف میکنیم مگم به خوشی و به مدل خود مصرف، به مدل خود دقیقا. دیگر دوستا یعنی مسائل زیاد است که ما شما صحبت کنیم، اما این ویدیو باشه من کامنت هایتان رو کاملا میخوانم با عنوان از این که دیگه از اول هر چی سوال که داشتین، اگه در رابطه با عروسی، اگه در رابطه با نمی جای بود و باشیم، اگه هر چیزی سوال براتون ایجاد شد بر ما در کامنت ها بنویسیم که او را ما در آینده سر فرصت جواب میدیم. مسائل دیگه که براتون گفتم گفته نمیشه فعلا اینجا، تا وقتی که هستیم خوب است آدم احتیاط کنه. بعد از او که ما کانادا رفتیم درباره از این تشریحات بیشتر میدیم، حتما به کامنت ها بنویسین، چون که اگر ننویسین من میگم البته خوش ندارین که درباره این مسئله صحبت شد و دیگر ویدیو دوم ثبت نمیکنیم. دقیقا دوستا، دیگر جزئیات معلومات بیشتر هم انتظار باشین، به زودی و خیر برش ما شریک میسازیم. چون که بجان گفتش تکرار نمیکنم، چیزی گفته نمونه بنویسین. خداحافظ. خداحافظ. لایک کامنت سابسکرایب تا نره. این بار اول است میگم.